در مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای عزت الله صدیقی موین اداره حفاظت از محیط زیست سلام بر شما خوش آمدین آقای صدیقی تشکر ما هم سلام خود خدمت شما تمام بیننده های تلویزیون استقیم ممنون آقای صدیقی ما بحث هم میخوایم از اینجا آغاز بکنم یک بار دیگر هم میخوایم از شما هم بپرسم که آیا شما هم با کابل دعا کردین یا که کارم در کنارش انجام میدین تشکر اه فکر کنم که برنامه را که ریاست محیط زیست ولایت کابل گرفتن در مسجد زیر نام برای کابل دعا کنین جنبه هشداردهی و جنبه افزایش آگاهی آمره دارن بنابراین موضوعات را که گفتن اونا زیر کار ماست و تمام شهروندا و ساکنین افغانستان تمام ما مسلمان هستیم هر لحظه باید دعا کنیم یعنی دعا هدف مای است هدف ما این نبوده که خدای نخواسته کابل در مشکل جابجا شوده و ما بر ازو دعا کنیم البته برای رحمت خداوند برای بارندگی برای کاهش آلودگی هوا برای بله آقای زیر که سوال من همین بود که در حال حاضر شهر کابل نیازمند کار است بله. که بیشتر کار باید در بخش کاهش آلودگی هوا صورت بگیره اما برنامه هایی که شما تا انوز تطبیق کردین میشه که بر ما رایب تشکر. باید. باید. تشکر برنامه ما از اوایل بهار بعد از که مسائل کرونا و قرنطین رفع شد حتی در مجریان هم برنامه ما ادامه داشت ما پلان و برنامه را که داشتیم و را با ریاست جمهوری شریک ساختیم خب من نمیرم چون از پلان بیخی مردم خسته شده تا به حال را چیز را که ما کردیم تا به حدود 4641 مورد که شامل حمام بلند منزل شهرک نانوایی شفاخانه و حفظهای آبازی هستند اینا برشان اطلاع شده تعهد اصلاح سیستمشان گرفته شده و همچنان امو محلت که برشان داده شده بود او هم تمام شده در سه چهار روز گذشته که ریاست کابل هم اعلان کردند که جریمه آغاز شده هم جریمه و هم مسدودی از این اسناف آغاز شده و این روند به شدت ادامه داره ما یک بار دیگر باز هم به تمام شهروندان عزیز شهر کابل که مالکین از این اصناف هستند برشان باز هم اطلاع می که لطفا این موارد ما را جدی بگیرن تا هم صحت شهروندان عزیز ما و هم صحت خودشان مسئول باشن در فصل زمستان اگر به روند سال گذشته ما ادامه به باس باز هم آلودگی هوا به مو اوج خود خواهد رسید بنان یک بر باز ما هم برشان هشدار می وی و این موارد ما که تا به حال تعهد و اطلاع و مسدودی و جریمه بود از این هم وقتی که میگذرن هدایت مقام عالی ریاست جمهوری مشخصا معاونیت اول مقام عالی ریاست جمهوری بسیار واضح است برای وزارت محترم امور داخله برای شاروالی کابل و با اداره ملی حفاظت محیط زیست که نامهایشان هم افشا میشن و به مراجع عدلی و قضایی هم اینا معرفی میشن که باز دو صورت موضوعشان به محاکم میرن و دیگه باز برشان دوسیه میشن و موضوع جنجالی است برشان به مشکل درست. تمام میشن درست آقای صدیقی اما عملا اگر شما در حال حاضر بدین به طرف پارک سنتی در اونجا کار خانه های زوب و ها نداریم که حتی در میان خانه های مردم هستن یا خانه های مردم کمه از اینا در فاصله وجود داره که در اونجا داغمجات زمانی که آب میشن میبینین که یک دود بسیار غلیزه داره عملا در اونجا وجود داره یا که ما میریم به طرف فصل سرما و مردم بیشتر از غال سنگ و چوب برگرم کردن خانه هاشون استفاده میکنن حتی از تایر ها استفاده میکنن شما چگونه میخواین جلو این هم عربی گیرین یک بحث بحث فابریکات است که او میشه او هم شامل رست. از زمین موارد است از تمامشان تعهد گرفتیم و میال در قدم دوم تمام فوکس و تمرکز ما بالای فابریکات پارکای صنعتی هستند که اونا هم شناسایی شدن و تمامشان تعهد دادن و تعداد زیادشان اصلاح است یک تعدادشان که اصلاح نیست سیستمشان دود میتن بر از اونا هم اطلاع داده شده وقتی که نشد با عین سرنوشت مواجه میشن اینه برشان باز یک بار دیگر از امیجه برشان اطلاع میتیم که ما اطلاعات رسمی را داده ایم از طریق وزارت داخله شاروالی کابل داره مویتیزیست امیال هم مفتشین ما بساحه هستند برشان یک بار دیگر باز هم اطلاع میتیم میمان موضوع از ای این بحث بحث کلان است با شهر کابل شما ببینین 6 لک و هزار خانواده است ولی ما از این یک بخش با مشوره که با رهبری حکومت داشتیم نمیتونیم که با یک بارگی مادهیج انقلاب یاریم با تمام 6 لک و هزار ما برق 24 ساعته و یا گاز برشان سبسایدی بتیم نوع ما از این بخش اه 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 کوچک اه و مهم شروع کردیم که بلند منزل ها و شهرک ها است همین ترتیب ما از خانواده که در ساحات نمرایی هستند و توان اقتصادی دارن بالای از اونا هم صدا میکنین که لطفا یا از فلتر استفاده کنن و یا هم از چوب و یا هم از گاز و برق و از منابع پاک استفاده کنن در غیر صورت در قدم بعدی ما مجبور هستیم که باز خانه هایی که بزرگتر هستند و در ساحات نمره هستند و مالکینشان وضعیت اقتصادیشان مناسبتر است سر از اونا هم بازی شرایط مقابل تقدیم بخواب. مثلا یک خانواده است که نادار است اینا تر به خاطر گرم کردن خانهشون استفاده میکنن شما چگونه اقدام میکنه بله خب به همین موارد من به به خاطر تفکیک کرده را هستم که اینمی بحثا تمامش با مقام عالی ریاست جمهوری هم شد متخصصین شاروالی و متخصصین اداره محیط زیست ما هم بحث کردیم متخصصین بخش حقوقی ما که همراه از اونا ما دفتن کدام اقدام کردن نمیتونیم که اونا را ما بگیم که شما از این منابع استفاده نکنین اونا میگن که ما برای شو برای گرم کردن نیاز داره ما نه محیط میشناسیم نه میفهمیم بنا ایار ما ارزیابی کردیم از امی خاطر است که ما از شهرک ها و بلند منزل ها و از خانه های نمره و از اینا آغاز کردیم از فابریکات و امام ها و از اسنافی که باعث آلودگی هوا میشن تا بتانیم که در همین فصل زمستان مکمل آلودگی هوا جلوگیریش در یک سال قسم سال گذشته هم گفتیم مشکل است که او برنامه های میان مدت و طویل المدت میخواه. ولی حداقل ما بتانیم که با نسبت به سال گذشته ما آلودگی کمتر داشته باشیم بله آقای صدیقی یکی از های دیگر هم میتونه این باشه که زغال سنگ دیگر اصلا مورد استفاده قرار نگیره به ویژه شما بخش هایی که در حال حاضر میفروشه زغال سنگ اونها ما رو مسدود بکنین یا اجازه ندین که لاقل استخراج شود آورده شود از بیرون وارد شود که مردم استفادهش بکنن چوب میتونه یک از حل باشه در این قسمت که مردم بیشتر استفاده چون دیاد کنن چون زیاد دودم نمیکنه Uh, بلکل نابودیز غول سنگ در شهر کابل او در تمام شهرхай کابل هدف ماست آرزوی ماست و اینمی تمنا را داریم که یک روز ما برسیم که در شهر کابل برق ما به مو سویه رسیده باشه مقدار گاز به مو مقدار وجود داشته باشه در شهر کابل قیمتش بالا نره سکتور خصوصی در ایجم کرده باشه در او صورت باز ما میتونیم که زغال سنگ در اوایل ماه خزان ما به چار دروازه شهر کابل بگوییم که اینال استفاده و ورودش ممنوست سرزمی ماورت هم ما بحثای زیاد داشتیم ای را هم یک چاره دیدیم ولی دفتا مردم در فصل زمستان از سرما تلف میشن بنابراین او هم یکی از اهداف و یکی از کارهای ما هستن که ما آیستا آیستا به طرف ازی بریم که غال سنگ یک وقت بره گرم کردن و برای سیستم های تسخین ممنوع بسازیم و صرف در فعالیت های سنتی او هم با اتخاذ تدابیر خاص تخنیکی و انجینری از او استفاده کنیم درست یکی از بخش های دیگر که شما بارها برش تاکیدم میکنه استفاده از گاز هستم به ویژه با به کردن خانه ها و در موارد دیگر که مورد استفاده قرار بگیره شما بارها صحبت هم کردن با هایی که مسئول هستند در این قسمت پاسخ بوده و چرا کار جدی صورت نگرفته که قیمت تا اندازه نگه داشته شود که مردم بتونن استفاده از گاز داشته باشند ناقل در این رابطه یک یوا گفتنم چخه هم هم داده چې لټファン د غاز مایه او د سکتور خصوصي مسولینم یو ورځ راوغړی دغه د صح کال د پاره څلور 15 زلم مکتوبونه لګلی خپل اتلایم د رئیس د تسدید مواد نفتی سره مجلسنی ولی او طاقای صنایه او موادو تتلایم د ورت کنونکو د غاز مای سره مجلسنی ولی تعقیبی مکتوبونه مورتلګلی ما ته اطمینان راکړه چې صح کال موغه کافی مقدار غاز د کابل په خار کې لرو او قیمت به همز محتر کنټرول لاندې وی لوړ بڼه هم دولتی تصدید مواد نفتی او هم سکتور خصوصی ویلی اما د جمی موسم چی شی بیا هم د یغ خپل شخصی منافع به تر ملی منافع امیال ادامه امیال ادامه داره یک مو پیش 45 افغانی و 40 افغانی بود ولی حال به 60 افغانی رسیده بنا تقاضای ما از شما و از تمام رسانه ها و از مسئولین کسایی که در سکتور گاز مایع در سکتور خصوصی کار میکنن و ادارات دولتی شاند یک بار دیگر باسم سر دخترشان صدا میکنیم که لطفا در امی فصل زمستان به خاطر خداوند به خاطر امو دین ملی و مذهبیشان اسلامیشان امی موضوع را در نظر بگیرن مفاد کمتر بگیرن صحت پنج لک نفوسی که در شهر کابل هستن و اکثریتشان در غربت زندگی میکنن با ما کمک کنند در این رابطه ما این موضوع را تحقیب کردیم و برای ما اتمنان دارن ما از این مسئولین هم خواهم پرسید اما از شما تقاضایی است و از شما میخواهیم بپرسیم که شما امین مسائل را شریک ساختین با ریاست جمهوری به ویژه اول رئیس جمهور و پاسخ بر شما چی بود که کار صورت میگیره چهار بار در اینمی وقت کم چهار بار شریک شده جلسه شورای عالی آب آرازی و اراضی و محیط سی و یک سرطان است یک بار شریک شده این موضوع جلسه که با جناب معاون صاحب به تاریخ هفت اصد داشتیم باز شریک شده این موضوع و در اوج تصدی مواد نفتی بودن که اطمینان دادند. هم به مقام عالی اطمینان دادن و هم برای ما اطمینان دادن شانزده سمبولا باز برشان گفته شده و به تاریخ آخرین بارش در جلسه کابینه بود 21 میزان که تقریبا یک ماه پیش میشه برشان گفتیم و برای ما اطمینان دادن که به میجا گزارششان به پیش ما هستن. که امسال ما گاز مایع کافی داریم و قیمتش هم ما تانم کې توحدو دے کنټرول درست دیده شود که بالاخره چی چیز بلیو. اتفاق افتاد اما در قسمت جریمه اگر بیایم صحبت بکنیم آنچنان که ریاست محیط زیست کابل هم هشدار داده و شما اشاره کردین که اگر هر کس پس از این در قسمت آلودگی هوا یا نقش داشته باشن و پلان ها و هایی که باشون گفته شود تطبیق نکنن جریمه میشن چقدر جریمه تعیین کردین و این که برن به طرف سارنوالی و معرفی شون به نهاد عدلی و قضایی چگونه برخورد صورت خواهد گرفت ما در مقرره که فعلا داریم به او صرف 10000 افغانی جریمه هست ولی مقرره نو ما تعدیل شده صرف به خاطر از امی جریمه که سال گذشته هم امی جمعه شما بحث داشتیم هم قرار است که در امی سه چهار روز آینده یا در امی یک افته آینده و هم توشیه شود دوج جریمه های ما دو چند سه چند تا به یک لک افغانی, دو لک افغانی, پنج لک افغانی هم رسیده اگر یک بار را سر جریمه می آید تاویل و دو چند میشه اگر در امو جریان یک افته امو جریمه نمی کنه دو فیصد سر افزوده میشه به می ترتیب برای حمام ها تفکیک یافته برای سقابت تفکیک یافته برای فابریکا برای بلند منزل برای شهرک برای شهرک و بلند منزل هم بیشتری نشسته که اینا را ما دی این مقرره وضع کردیم. میشه به تفصیل او را هم خدمتان ارائه کنیم بله آقای صدیق اگر بازم این هشدارها نادیده گرفته شوه همچنان به ویژه مردم عام که نقش بیشتر دارن در بخش افزایش آلودگی هوا رای حل در کتا مدت که شما وجود نداره اما در دراز مدت چند سال دیگه ما فکر میکنی. نیاز نیازمند خواد بودیم که یک هوای صاف و پاک در شهر کابل داشته باشه ببینین هو یک ذر مشکل است اگر ما برطانی یک چیز ما یک چیز می مینانیتم اگر چونین حادثات نباشه مثل که در پنتون کابل شد در تمام ولایات ما که او دور از چشم ما و شماست و به تفصیل نمیبینیم ولی از مطبعات خبر میشیم اگر این موضوعات برقرار میشه صلح می آید ما برتان اطمینان داده می که سرکای کابل قریزی شود این موارد تنظیم شود در ظرف یک سال دو سال ما می که هوای نسبتا پاک داشته باشیم سفر خو نمیشه چون اکثریت کشورهای جهان بالودگی هوا مشکل داره در هر ده نفر به سطح جهان نو نفر هوای آلوده را نسبت به حالت استاندارد تنفس میکنه ولی از ما و شما در فصل بخی به حالت بحرانی میرسه بناند که اگر ما اونو وضعیت داشته باشیم بودیجه زیاد برش اختصاص داده شود پارکای سبز و سرکای کابل زیاد هم نیست برای بر نسبتا کم وقتی که جنگ نباشه بودیجه به اینجا متمرکز و مطمئن هستم که نتیجه مطلوب را ما به دست آورده میتانیم پروژه های برق ما آمده میتانه تصفیه از غال سنگ جور شده میتانه فلترهای میاری وارد شده میتونن امیال در نمی مدت در امی ششف ماه گذشته ما با سکتور خصوصی صحبت کردیم کسی نمیتانند که در سرمایه گذاری کنند به میلیون ها دالر برای تصفیه از غال سنگ آذر نیستند که سرمایه گذاری کنند ولی با وجود از او باز هم ما اطمینان میتیم که موضوع آلودگی هوا تجاربی که در جهان نشان داده علمی سه چار موضوع داره سرکای خامه، ترانسپورت آمه ما، میلی بس و اینیا بیاید، تکسی و ایا کم شود، با ولایات روان شود اون صورت ما میتونیم که هوای پاک داشته باشیم و برق درست من یک سال دیگم میخوام در قسمت آلودگی هوا داشته باشم که یک کار دیگر شما شهرداری کابل است به ویژه در قسمت زباله ها آمار که داده شده بیشتر از 3000 تن ما در یک روز زباله های داریم که تولید میشه و 2600 تن از ایراب نات که مزوف از به ویژه تنظیف شهرداری کابل اینا میتونن سطح شهر کابل گردآوری بکنن یعنی در حدود 1000 تن دیگر زباله عملا در سطح جاده ها باقی میمونه که هر روز اگر اضافه شده میره میتونه که خیلی نگرانی عمده باشه شما با شهرداری هم در قسمت صحبت کردین و پاسخ شهرداری هم بر شما چی بوده بلکل یک بخش دیگه که ما در آلودگی های محیط زیستی ما برش یونت داریم بخش داریم در نظارت تفتیش ما بخش زباله است ولی تا جایی که نظارت ما نشان میته زباله ها به شکل منظم مال از شهر کابل جمع میشه یعنی مشکل حاد و آنی با او نداریم رفع میشه یعنی یک هفته با در روز بعد برش نوبت میرسه که اونم متباقیش هم برداشته شود نسبت به سالهای گذشته که 50 فیصد 60 فیصدش در سرکام میمان در جاهایی که انبار میمانه او را مفتشین اداره ملی حفاظت محیط زیست ناحیه به ناحیه میگردن هم از ریاست کابل ما و هم از نظارت تفتیش مرکزی ما ما اونا را به شاروالی کابل معرفی میکنیم و در لحظه اقدام میشن درست است که شاروالی کابل هم پاسخشی بوده که روز به روز وضعیتشان خوب شده رایسته را نسبت به سالها و ماهای گذشته برشان برنامه نو هم دارم رای شاروال کابل هم ما به تماس هستیم امروی سلطان زوی صاحب ماوینی ریاست تنظیف همه روزه ما به تماس هستیم کدام مشکل حاد و آنی نداریم ولی یک پرابلم محیطیزیستی هستن که به شکل مجموعی رفع شود در رابطه همه سکتور خصوصی میخوایم که سرمایه گذاری کنند در بخش تنظیم زباله ها در بخش ریسایکل زباله ها در بخش جمعوری پلاستیک و آهن و اینا تا فشار هم سر ادارات حکومتی و هم برای مردم خدمات خوبتر ارائه شود بله در آخر پیام شما را هم داشته باشیم به شهروندهای کشور پیام ما برای تمام شهروندهای عزیز ما که اگر اقتصادشان خوبتر است بر از اول صدام اول صدای ما بالای مالکین اصناف و فابریکدارا و شهرکا و بلند منزل هستند که لطفا پیامای ما را نگذارین که تا به مرحله جریمه ما به پشتان برسیم نگذارین که ما تا به مرحله مسائل عدلی و قضایی به پشتان برسیم لطفا در این زمینه همکاری کنین همراه شهروندای عزیز هم کاری کنین نه حکومت شهروندای عزیز شهروندای شما هم هستند در قدم دوم سر مردمی که در ساحات رهایشی نسبتا خوبتر زندگی میکنن اونا هم از زغال سنگ استفاده میکنن و بخاری ترکی بر از او خریداری میکنن سر از اونا هم صدای معمی هستند صدای همکاری میکنیم که لطفا اگر توان بخاری گازی ایچی را دارن زغالی را دارن از چوب هم دارن از گاز هم دارن و از برق هم میتونه که شما تامین کنن و از عموم شهروندان تقاضای مایی هستند که در فصل زمستان کوشش کنن که بیروی از غال سنگ استفاده نکنن که اگر ده کیلوگرم استفاده میکنن روزانه افت کیلوگرم استفاده کنن پنج کیلوگرم استفاده کنن تا مفشار که بالای آلودگی هوا است در او همراه ما هم کار شده باشن تشکر سپاس تشکر از شما, شما حضور یافتن ممنون من شما